از روز جهانی زن در افغان اکادمی در ایالت ویرجینیای ایالات متحده آمریکا به صورت شاندار تجلیل به عمل آمد. ای کاش در غروبی که می سوخت قلب من با رنگ رنگ عالم پر رنگ زندگی صید نگاه دیده پلنگی نمی شدم. خود معرفی کنید. چیکی با نگاه ما تقریبا 3 هفته میشه از کابل آمدیم. خوش آمدید. خوش باشین. میگه از روی دور آمدی چنا صبور آمدی خسته نباشی یار مانده نباشی. چه خبر بود در وطن؟ زن است که تاریخ جهان میسازد، شهکار شگفت جاودان میسازد. برای خانم های طالبان هم پیام دارین به مناسبت 8 مارچ؟ ما زنا دیگه زنای دیروز نیستیم. جناب حسن شیردل که ریاست افغان اکادمی را داره، افغان اکادمی که یک کانون فرهنگی بسیار بزرگ در ایالت ویرجینیا است که همه را دور خود جمع کرده تحصیل کردیم و از او خاطر است که رول بهتر را میگن که عشق را وارد کلام کنیم تا به هر عابر سلام کنیم و به آن چهره که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم. زندگی در کلام پاسخ اوست، عمر را صرف این بیان کنیم، در عمل باید عشق ورزیدن. شما برای کی ثبت میکنین ایره بیبی؟ در عمل باید عشق ورزیدن، گفتگو را بیا تمام کنیم. امی گپ بانه نام خدا. بسیار لباس هایت مقبول است. لباس مقبول نیست، خودم مقبول است. نه واضحه سخو، یک چیز واضحه است، مگر لباس تا مقبول است. عزیزا شوخی میکنیم روز زن است. تشکر از لطف. زنان افغان مقیم ایالات ویرجینیای ایالات متحده آمریکا به حفظ دستاوردها و آزادی‌های زنان در گفتگوهای صلح تاکید کردند. آنان خواستار پایان جنگ شده و تاکید کردند که زنان بیشترین خساره را از جنگ دیدند. اگر زن نمی بود، عالم نمی بود، نشان از اولاد آدم نمی بود. یک سلام گرم از واشنگتن سرد. امروز تجلیل از 8 مارچ است. روز تجلیل از شما. شما میفهمید که از روز زن مثلا در سرتاسر دنیا تجلیل به عمل میآید. مذاکره با طالبان در راه است که قسم یاد کردند که موازهشان در مورد زنهای افغانستان تغییر میتن. سیما جان زاهد لطف کرده هم قطارایشان دعوت کرده. بیان که شروع کنیم از سر سیما جان زاهد. بفرمایید سیما جان. اول خو موقف جدید شما مبارک باشه. سلامت باشین. ای برای من افتخار است که من بتونم بالاخره یک چیز برای مردم خود و وطن خودم انجام بتم. دیگه بسیار تشکر که شما تشریف آوردین و این روز زن امرای ما یک جا برگزار میکنین. وظیفه مقدر است که برای ما محول شدن، خواستم که این روز باید رسمی ما برگزار کنیم. باشه. سلام علیکم فوزیه جان، روزکت مبارک. موین اسبق وزارت زنهای افغانستان تشریف آوردن. شما چقدر آشنایی با طالبان دارین در زمانی که موین وزارت امور زنهای افغانستان بودین؟ ما در قدم اول 8 مارچ روز همبستگی به مللی زنا را برای زنای سراسر کشورم تبریک و تهنیت عرض میکنم. لیلا عبادی، یک تن از بانوان فعال حقوق زن. آن بهشت را که قرآن میکند توصیفش، صاحب قرآن بگفتا زیر پاه مادر است. مادر هستین شما؟ بله طبعا. چند فرزند داری؟ شکر 3 فرزند دارم. ماشاءالله. بله 2 بچه 1 دختر. روز زن یا روز 8 مارچ به تمام زنهای قهرمان افغانستان تبریک میگم. به نام خدا تانی آریا هستم، یکی از باشنده های جدید یوس. ما تازه از افغانستان برگشتیم. خوش آمدید. رفته بودین یا تازه آمدین؟ نه تازه آمدیم از افغانستان. فعلا به عنوان مشاور سرمایه گذاری در بخش سنگای قیمتی و نیمه قیمتی کار میکنم. سنگای قیمتی چقدر مانده در افغانستان؟ اصلا بخش سنگوی خیمتی که از یکی از منابع بسیار خوب بر افغانستان است. یعنی دهانت قند و شکر می فروشد، لبانت لعل و گوهر می فروشد، و دوکانداری چشمت بنازم که تیغ و تیر و خنجر می فروشد. روزتان مبارک. تشکر. تشکر با شما همچنان مبارک و من روز زن به تمام زنان افغانستان تبریک میگم. خوشبختانه که امروز در روز زن تشلیل میکنیم و امیدوار هستیم که روز در افغانستان در جمع زنان افغان این روز تشلیل کنیم.
خب شکیبا جان حکمی تشریف آوردن، بانوی بسیار فعال در جامعه افغانی در اجرات هستن. شکیبا جان چه خوشگله، ایر پوشیدین که نظر نشینا، ایر پوشیدیم که یاد از افغانستان کنیم. چه انجینر صاحب چطور هستین؟ خوب هستین؟ صحتان خوب؟ میگه اردم از این باغ بره میرسد، تازه تر از تازه تر میرسد. انجینر صاحب سایلا جان آمدن، افتخار بانوان افغان. سلام، یک جان ممنون، روز برای همه ما و شما تبریک باشه. روز بسیار خوش و پربرکت برای تمام زنان افغان، زنان سرتاسر دنیا. این اظهارات را زنان افغان مقیم ایالت ویرجینیای امریکا در مجلس بزرگ داشت از روز جهانی زن در افغان اکادمی در ایالت ویرجینیای امریکا اظهار داشتند. توجه کنید به متن کامل این گزارش. از روز جهانی زن در افغان اکادمی در ایالت ویرجینیای ایالات متحده ای امریکا به صورت شاندار تجلیل به عمل آمد. از آنجایی که مسئولان افغان اکادمی جدیداً گماشته شدند، این مجلس تفاوت کلی با مجالس گذشته داشت. در این محفل باشکو، بانو مدینه قاسمی، مستشار وزیر مختار سفارت افغانستان در واشنگتن، بانو فوزیه حبیبی، معین سابق وزارت امور زنان افغانستان، ژورنالیستان، فرهنگیان، دکتران و سایر بانوان از گروه مختلف شرکت کرده بودند. بخش عمده شرکت کنندگان این مجلس را جوانان تشکیل می دادند. My name is Sadaf Islamzada and I am the advisor to the president of Afghan Academy. And today is a very important day because we are celebrating a global day celebrating the social, economic, cultural and political. I'd like to introduce Seema Zahid. Seema Zahid Asanzada, رئیس بخش فرهنگی افغان اکادمی که گردانندگی برنامه را نیز بر عهده داشت، حقوق زنان افغانستان را از ابعاد مختلف به بررسی گرفت و گفت: درباره زن هر قدر هم که اگر صحبت کنیم هنوزم کم است، چون زن سالهای متمادی در محرومیت و بی‌عدالتی زندگی کرده است، نه تنها در ممالک در حال رشد بلکه در ممالک پیشرفته و ابرقدرت. هنوز هم خانم‌ها واقعاً به عدالت اجتماعی خود نرسیدند. در ممالک ابرقدرت که فعلاً مزد زن‌ها حداقل 15-20% کمتر از مرداست در عین رول. بانو مدینه قاسمی، مستشار وزیر مختار سفارت افغانستان در واشنگتن، در این نشست پیرامون تاریخچه روز زن و مبارزات زنان افغان سخن گفته و در یک گفتگوی ویژه با من نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد گفت که آزادی هایی را که زنان افغان در سالهای اخیر به دست آورده اند باید در گفتگوهای صلح مد نظر گرفته شوند. محترمه مدینه جان قاسمی، مستشار وزیر مختار معاون سفارت افغانستان، خواهش نمایم که با افتخار ایتو یک روز اگر چیز گفتنی دارن ما را لطفا مستفید بسازن. تشکر سیما جان. بسم الله الرحمن الرحیم. مادران و خواهران عزیز، روز شما بخیر. خواهرای عزیز، این روز فوق العاده اهمیت زیاد داره. در 8 مارچ سال 1875 زنان کارخانه نساجی شهر نیویورک به خاطر به دست آوردن مزد مساوی با مردان اعتراضات خود را آغاز کردند. به تعقیب از او زنان در اروپا و سایر نقاط جهان مبارزات حق طلبانه خود را شروع کردند. بیانیه بسیار پرشور انقلابی شما ایراد کردین و در خلال صحبتهایشان گفتن که حق خواسته یا گرفته میشه نیداده میشه. پیام های بسیار خوب بود، اما نگفتین که دستاوردها چطور افس شوه. نظیره جان، صلح یک نیاز اساسی افغانستان و مردم افغانستان است. ما با مذاکره با طالبان خوشبین هستیم. چیزی را که میخوایم سرش تاکید کنم که دولت افغانستان، رهبری دولت افغانستان با حقوق زنان باورمند است. رهبری دولت افغانستان زمینه ها را به خاطر تأمین حقوق اساسی تمام شهروندان افغانستان فراهم ساخته و از حقوق تمام شهروندان افغانستان دفاع خواهد کرد. اما دولت افغانستان هم فعلا چندان خوشبین نیست، چون از دنیا هنوز ادامه داره. گفتگوهای صلح خوشبختانه ادامه داره. ما در ارتباط به گفتگوهای صلح خوشبین هستیم.
اما خواست ما ایست که صلحی که صورت میگیره صلح مربوط افغانستان و مردم افغانستان و سرنوشت مردم افغانستان است و ما تأکید میکنیم که صلح باید با رهبری دولت افغانستان و با مالکیت مردم افغانستان باشه. کار میگن که کدبانو که دوشت میان خانه ناجارو شد، کو رفیق نکتدانه که سخن نگفته باشی به سخن رسیده باشه. برای بار اول است که دو بانوی فرهیخته در دو مقام یا در دو چوکی یا پوزیشن مهم، یعنی سفیر و مستشار وزیر مختار سفارت افغانستان در واشنگتن، هر دو بانو هستند و میگنم که کدبانو که دو شد میان خانه ناجارو شد. از قدیم الایام مانده به ما به میراث. نظرتان موضوع گیریتان هم میخواستم. ما فکر نمی کنم که تو مسئله رخ بده. ما موافقت های بیشتر برای سفیر صاحب خانم رحمانی آرزو میکنم. هیچ مشکلی به خیر پیدا نمیشه. بانو رحمانی از افغانستان نمایندگی خواهد کرد. به نهایت تشکر. نام مسریا. روز زن مبارک باشه. زنده باشین، به شما مبارک باشه. بسیار یک روز خوب از خدای روز همیش بیاد سر ما و شما، سر کلگی. آرامی افغانستان، مملکت ما آرام شه، خوش و خوشحال باشیم. یک زن مهربان، یک زن خوب، یک فوق العاده. مقبولیتان بسیار خوب است، هر چیزتان خوب است، هر چقدر که بر شما بگویم لایقش دارین. گفتم بنهایت شکر. بانو فوزیه حبیبی، معین سابق وزارت امور زنان افغانستان، گفت که زنان در افغانستان از جنگ خسته شدند و باید صلح در این کشور تامین شود. بانو فوزیه حبیبی همچنان گفت که آزادی هایی را که زنان افغان در سالهای اخیر به دست آوردند باید در گفتگوهای صلح مد نظر گرفته شوند. بنام با استفاده از فرصت از طریق از این تلفن، هر کدام ما وظیفه داریم در هر گوشه که هستیم به خاطر اعقاق حقوق خود و به خاطر سرنوشت آینده خود، به خاطر از اینکه حق ماست برای بزرگان، برای تصمیم گیرنده ها، برای دوستان ملی و بین المللی ما بگویم که زن حضور فعال داره و هیچ نوع پروسه بدون مشارکت زن قابل قبول نیست و موفق نخواهد بود. بسیار تشکر. معین صاحب، طالبان در راه هستند، به خلیلزاد هم سخت کار میکنن، جناب غنی هم کمک آزرده است. شما از موضع یک پست کلیدی سابقه وزارت زن ها چقدر خوشبین هستید؟ صلح نیاز مبرم تمام مردم افغانستان است، برای زی که مردم خسته شده و بیشترین ضربات در جنگ زنای افغانستان دیدن و رنج میکشن. با صلح نیاز داریم که او صلح بتونه عدالت تامین بکنه، حقوق ما را تثبیت بکنه، دستاوردهای زنها در او حفظ باشه و مردم افغانستان در تعیین سرنوشتشان خودشان حصه داشته باشند. بر ما مهم است. ارتلاس ایقل نمودیم، زنگ داد، منکر الماس این دنیا استیم. ما چندان باور ندارم. اجازه دارم که من ایسی یک زن ما میبراسم؟ چرا نه؟ چیزی که ما را امیدوار میسازه ای است که زنای افغانستان دیگه زنای دیروز نیستن. زنای افغانستان زنای هستن که در سطوح رهبری و سیاسی مملکت امروز حصه دارن و یک قشر پذیرفته شده هستن، تثبیت شده هستن و بدون مشارکت زن هیچ پروسه، نه صلح، نه مذاکرات، هر نوع پروسه که بدون مشارکت زنا باشه به ناکامی می انجامه. زنا منسجمتر از دیروز هستن. ما امیدوار هستم که این روز 8 مارچ که در آستانه مذاکرات صلح برگزار میشه و نماد از صلح و آشتی است، ما زنا اتحاد، همدلی و همبستگی خود داشته باشیم و برای حقوق خود بیشتر از دیروز برزمیم. بسیار تشکر. بانو حبیبی میگه که تا جدا هستیم انگشتان اوگار ما، مشتگر گردیم از آن دندان ها خواهیم شکست. بین بانو هم اتفاق کنیم و یک همبستگی خود اعلام کنیم. گپ خوب دیگه بانو حبیبی بود که گفت ما زنا دیگه زنای دیروز نیستیم. به نهایت تشکر بانو فوزیه حبیبی، معین اسبق وزارت امور زنهای افغانستان. روز زن مبارک. تشکر بر شما هم مبارک، خانم شجاع و غیر افغانستان. مرجان نادری، یکی از دختران جوان افغان که در این نشست شرکت نموده بود، احساسات همه را برانگیخت. Into the mic for matriarchy, there to blow out our flame, to watch us burn brighter, burn higher, become more than the flame, to warm up against your skin, become the warrior I am today. I am a fighter, I am a survivor, I am everything I was told I couldn't be, and more. Yeah.
اکبر جان نازنین در برای موشن از ساختی کمیال من نمیخوام که ما باید چی بگویم عشق خدا نگاه کنه نتونستم دوستای عزیز هر کسی که میخواید یک چند کلمه راجعی به زن بگویه یا گفتنی و خصوص دارن آرزو داریم که اشتراک کنن به این صحبت های ما بانو لیلی احسانمند یک تن از بانوان دیگر افغان نیز پیرامون روز زن و دستاوردهایی که زنان افغانستان تا این مدت به دست آورده سخن گفت و قطع شعر را از بانو لیلا تیموری به قرائت گرفت. آلی از لیلی جان احسان مل آرزو دارم که اگر چیز گفتنی یا شعر دارن به سمع عزیزان ما برسانن. تشکر. آسمان آبی چشمان تو مال من است تازنم پر در میان آسمانت خواهرم هر زمان تا از تمام زندگی خسته شدم عاشقم کردی براه زندگانی مادرم میمانه بسیار گرمی من هم برای بی خود 8 مارچ روز زنم برای هم شما هستیم اون خب تبریک و تحیلت پرس میکنم میدارستم که روزی شوه که همه ما شما به یک صفا و صمیمیت در یک فضای صلح با هم این روز باز دوباره و دوباره تجربه کنیم. زن نقش بزرگی در اجتماع دارد. زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن یک تا موجودی است که میتواند از دامن خود افرادی و جامعه تحویل دهد. البته این محفل مجلل شامل دو بخش بود که یک بخش آن توسط جوانان که به زبان انگلیسی صحبت می کردن و بخش دیگر توسط بانوان افغان که به لسان فارسی برنامه را پیش بردن. در این نشست که به همت حسن شیردل رئیس افغان اکادمی برگزار شده بود، زنان در مورد مسائل مختلف از جمله حقوق، آزادی ها و همچنان چالش های فراراه زنان به گفتگو پرداختند. بانو پروین رحمتی نیز یکی از کارمندان دیگر افغان اکادمی قطع شعر را در وصف زن به قرائت گرفت. جلوه‌ای از اس زیبای خداست چون خدا احساس تابش را در او ابراز کرد. تا خدا پرونده احساس زن را باز کرد. تیما جان من همینطور که پیشتر گفتم روز زن همزمان با آشتی ملی با طالبان آغاز شده چقدر خوشبین هستین به آمدن طالبان؟ نام صلح سر هر چیزی که بانین خوشایند است منتها صلحی که به تعقیبش بدبختی نیاره بسیار بهتر است با تأسف باید بگویم که طالبان گذشته بهتر نداشتن در موقف زن تشویش ما امی است و من مطمئن استم که تشویش بسیار خانم های دیگه افغان امی شاید باشه مگر بان هم اگر اونا تغییر نظر داده باشن رول زن محترم بشمارن به جامعه زن هم اگر 100% مساوی به مرد نمیدانن بر زن حق و حقوق بشری و وطنی را قائل شون وظیفه داده شوه در کنج خانه ها در پشت کلکینای سیارنگ قلف نشون باز هم یک چانس یک امیدی است آلی چی تضمینی وجود داره یکی و میگن که ما تغییر عقیده میتیم آیا ایدئولوژی یا عقیده طالبانیشان تغییر خواهد کرد؟ والا تشویش همیست برای زی که گپ خو بسیاری ها میگن ای که عمل چی میکنن او بهتر است و ما به این عقیده استم که جناب خلیلزاد هم این موضوع روشنی انداختن که طالب 100% قدرت دولت نمیگیره شاید 10% 15% حصه داشته باشن اینال اینمی یگانه چانس است برای طالبا که نشان بتن به عمل که کارهایی که در گذشته کردن او کارا نمیشه باز آستا آستا پس همه چیز منحل میشه و یک جای میشه بسیار تشکر بانو زاید طالبان طالبان عزیز و گرامی در عمل نشان بتن ای دوست برای دوست جان باید داد در راه محبت امتحان باید داد تنها نبود شرط محبت گفتن یک مرتبه در عمل نشان باید داد تعهدتانه در عمل نشان بتین به نهایت شکر سیما جانگان بعضی از منتقدین آزادی های موجود بانوان در افغانستان نقد میکنن از دید شما بانو حبیبی شما که معین اسبق وزارت امور زنهای افغانستان بودین در زمان زمامداری جناب کرزی
آزادی های او وقت و آزادی های فیلی زنان افغانستان مغایر اساسات اسلامی میدانین یا نه؟ میگن که اقتضاعات جامعه است، این مطابقت یا موازی با دموکراسی امروز است. با تشکر از شما، مفهوم آزادی به این معنا بی‌بندوباری تا آزادی فرق داره. هر انسان آزاد به دنیا آمده و در چوکات قانون و مقررات آزادی های خود داره، در صورتی که آزادی دیگران را مختل نسازه، هیچ نوع صدمه نزنه، این آزادی قانونی است. امروز زنای افغانستان آزادی یا دموکراسی یا حقوقی را که دارن، حقوقشان در پرتو قانون اساسی کشور است که قانون اساسی در لوی جرگه تصویب شده و قانون است که مردم او را تصویب کرده و مورد تایید است. امروز اگر زنای افغانستان در سطوح رهبری، در سطوح سیاسی، در سطوح اقتصادی، در سطوح مدنی، در تمام عرصه‌ها فعال هستند، این به معنای از این نیست که بی‌بندوباری است، بلکه زنای افغانستان بیشتر از دیروز کوشش کردن، دارای تحصیلات عالی هستند، دارای تجربه هستند، در سطوح رهبری صدرن و این حقشان از در مطابقت بکنند. به صورت خاص اینا هنرمندای ما را میگن، برنامه های تفریحی هنری را میگن که گویا هنرمندای ما به صورت نیمه برهنه، که نقل قول است که من میکنم، برنامه ستاره افغان مثلا نه تنها امامان بلکه بسیاری از رهبران طالبان هم میگن ما آزادی داخل چوکات میاریم، بعضی آزادی ها را بی‌بندوباری اینا عنوان میکنن. البته دیدگاه هر کس مربوط خودش است. امروز ما بسیار مسائل جدی تر از این موضوعات داریم که باید سرش بحث شود. موضوعات صلح موضوعات بسیار جدی است و این موضوعاتی که در آشکار قرار داره نباید مانع بسیار پیشرفت‌های دقیق و اساسی در افغانستان شود. ما با مسائل جدی تر مواجه هستیم. ما امیدوار هستم که طرف‌های مذاکره به این فکر کنند که دیگه خون افغان بر ناحق ریخته نشه. در اسلام هیچ جایی نگفته که خون افغان و مسلمان ناحق ریخته شود. جلوگیری شود از خونریزی، از قتل‌های بی جای، از خشونت‌ها و از مسائلی که مردم ما را رنج می‌دهند. بعدن البته در چوکات یک نظام مسائلی که خلاف ارزش‌های اخلاقی و اسلامی باشه، اون می‌تونه در یک پروگرام معین جلوش گرفته شود. وعده‌های طالبان باورمند هستن که اینا سر تعهدشان استاد می‌باشه؟ از تجاربی که تلخی که در گذشته در دوره ترون اختناق داریم، من نمیتونم از طرف از اونا کدوم وعده یا نوید یا زمانتی از خودشان باید پرسان کنیم. نهایت شکر. بانو لیلا عبادی، یک تن از بانوان فعال حقوق زن، مدافع حقوق زن که سلام علیکم، روزتون مبارک. تشکر، از شما مبارک. و این روز زن تنها روز تبریکی نیست، بلکه روز اتحاد، همبستگی، روز مبارزه بر علیه خشونت ها در مقابل زن هاست که باید هر زن افغان اعتماد به نفس خود بفهمه و باید مبارزه کنه بر علیه خشونت هایی که در مقابلشان میشه. این معنای زیر نداره که من در مقابل مردا به احترامی کنم، خدا نخواسته، اما زن چون بسیار جنس لطیف است و با یک دست خود گهواره و با دست دیگه خود دنیا را تکان میده، به او خاطر چون 50% قشر جامعه را زن تشکیل میده، به او خاطر اگر یک انسان نصف بدنش فلج باشه هیچ چیز او کده نمیتونه. اگر جامعه هم نصف جامعه فلج باشه، بدون زنها جامعه هیچ چیز کده نمیتونه. از جناب خلیلزاد چی سوال کردین؟ دکتر صبح خلیلزاد یک سوالی کردم که چون ما یک تجربه بسیار خراب از طالبان داشتیم و چون آلی که دکتر صبح خلیلزاد او را به شکل دیگه میگه که یک قسمت از دولت میگیره، آیا حقوق زن از گرفته میشه از پیش زنها و یا ای که به شکل عادی؟ و چون جوابشان چی بود؟ چون طالبا یک جواب وظیفه معین برای زنها قائل شدن، به او خاطر ما بسیار به تشویش بودم و پرسان کردم که آیا این واقعیت است که یک جواب، یک قسمت، یک جواب معین برای زنهای افغان اینا قائل هستند. باز دکتر صبح خلیلزاد گفتن که نه، طالبا میخواهد که زنها را حقوقشان همیشه داشته باشه. شما آشتی میکنین شخصا با طالبان یا نه، یا کینه دل هستین؟ من شخصا نه، من هیچ کینه دل نیستم. خیر، جناب طالبا بانوان افغان حاضر هستن به شرطی که شما در طرز دیدتان تغییر بیارین. بانو عبادی میگه صورت نبست بر دل ما کینه کسی، آینه ارچی دید فراموش میکند. ما که بسیار زیاد تشکر. خب خوشحال هستیم که در اجرت جوانای عزیز ما ملاقه میگیرن و میاین از مراسم ملی و مذهبی خود تجلیل میکنن.
به نام خدا تانی آریا هستم، یکی از باشندهای جدید یوس. ما تازه از افغانستان برگشتیم. خوش آمدید. رفته بودین یا تازه آمدین؟ نه، تازه آمدیم از افغانستان. فعلا به عنوان مشاور سرمایه‌گذاری در بخش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی کار میکنم. سنگ‌های قیمتی چقدر مانده در افغانستان؟ بخش سنگ‌های قیمتی که یکی از منابع بسیار خوب بر افغانستان است، چرا اکثرا اصلا استخراج نشده و اداره سروی جیولوژی امریکا میگه که منابع یا ذخایر معدن افغانستان حدوداً بین 1 تا 3 تریلیون دلار ارزش داره. میگه که سنگای قیمتی را همه به نوبه خود کشیدن از افغانستان، از جهادیا گرفته تا رهبران، تا جنگ سالاران، تا کشورهای خارجی، حتی ایالات متحده امریکا. شما که اونجا حضور داشتین، چشم دید شما چطور است؟ اصلا یک دار قاچاق میشه سنگای قیمتی افغانستان و دلیلش این است که امو سنگا رو پروسس کنیم از او زیورات تبدیل شه، متاسفانه وجود نداره. و فعلا ما بعض پروژه های از طرف USAID هست که کار میشه روش که امی سنگا رو داخل افغانستان پروسس شود که به جهان از طریق صادرات افغانستان به مارکت های جهانی برسه و در پلوش سر قوانین معدن کار میشه که محیط خوبتر سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان ایجاد شود تا مردم بتونه که از این منبع عایداتی بر مردم، بر دولت و همچنان زمینه اشتغال بر مردم. سنگ مانده یعنی در افغانستان؟ سنگ بندوزه کافی مانده. میگه سنگ وارد در جای سنگین باشه. بر تمام زنان جهان و خصوص برای زنان افغان تبریکی میگم. خدا کنه که تلاش ها و دستاوردهای زنان در دهه گذشته نادیده گرفته نشه و همگی به مو آرزوها و اهدافی که دارن انشاءالله برسن. برای خانم های طالبان هم پیام دارین به مناسبت 8 مارچ؟ برای خانم های طالبان هم روزانه تبریک میگم و به امید ازی هستم خانم های طالب هم بر حقوق خود و به چیزایی که ارزشش دارن و حقش دارن برسن. بسیار زیاد تشکر. روزتان مبارک. هچو مروسی کدی نکدی به هر صورت در کل زنا دخترها هم در قشر ظریف بانوان می آید. دهانت قند و شکر می فروشد، لبانت لعل و گوهر می فروشد، و دوکانداری چشمت بنازم که تیغ و تیر و خنجر می فروشد. روزتان مبارک. تشکر. تشکر به شما همچنان مبارک و من روز زن به تمام زنان افغانستان تبریک می گم. خوشبختانه که امروز در روز زن تشلیل می کنیم و امیدوار هستیم که روز در افغانستان در جمع زنان افغان این روز تشلیل کنیم. اشتیای خوب، زیاد نخورین که چاق نشین، امی اندامتان افس کنین. خوشش میکنم. تشکر. برای طالبا پیام دارین؟ امیدوار هستم که افغانستان روز باشه که همه دور هم باشیم و همه زنان افغان و مردان افغان در مجموع بتانیم یک جامعه افغانی متمدن و خوب داشته باشیم. با وعده های طالبان باورمند هستین؟ دقیقا در این مورد نمیتونم چیز بگویم فعلا، لیکن آرزو دارم که نظریاتشان تغییر کرده باشه و بتانن یک جامعه که در مجموع زن و مرد افغان در پلوی همدیگر کار کنن. بسیار زیاد تشکر. نامکتان رو نگفتین؟ فروزان نسی هستم، در افغانستان دکتر بودم. بر سرم دست نه که تب دارم. باندستتا؟ نه کاملا صحتمند هستین. بر سرم دست نه که تب دارم، تب عشق تو روز و شب دارم. شیره بسیار مقبول میگین. اینجا دکتر نمیخواین که شوید؟ یا اینجا کسی ناجور نیست؟ اصلا اطور است که در اینجا شروع میکنیم درس ها، ولی آرزو دارم که در افغانستان پس در مسئله خود کار کنم. چند فیصد زنهای افغانستان به افسردگی های روانی مبتلا هستن یا بودن وقتی که شما؟ والا فیصدیش بسیار زیاد است. چه زمان ترک وطن کردین یا ترک دیار؟ 4 سال قبل. اینجا آرام هستین؟ خوش هستین؟ با وطنم نمیرسه. میگر چات اخپل وطن کشمیر ده. سلام علیکم. خب شکیبا جان حکمی تشریف آوردن، بانوی که اینا غم پیرای افغانستانه، غم معیوبین افغانستانه، غم اونایی که ضرورت یا نیازمندی و کمکای اولیه داره میخورن. همیشه یک بانوی بسیار فعال در جامعه افغانی در اجرت هستن. شکیبا جان چه خوشگله. ایر پوشیدین که نظر نشینا؟ ایر پوشیدیم که یاد از افغانستان کریم جانم. یاد از افغانستان هست؟ بیشتر بیبی در مورد سنگ های افغانستان گپ زدن. واقعا ما سنگ های بسیار قشنگ داریم. شکیبا جان مقدم بر همه، روزتان مبارک. تشکر. زنده باشین. تشکر بکنم از شما نذیر جان گل. کارا خوب پیش میره؟ آ جان من تشکر. خب طالبان هم در راه هستن، پیام دارین؟ بانی که بیاین دیگه چیکار داریم امروز؟
میگم از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هرچه کرد تا ناشنا کرد. طالبا شما بیگانه نیستین، همه ما که بیاین از یک ملک وطن هستیم، بیاین از یک ملک وطن هستیم، کینه ها را دور بگذاریم، خوش بگذره بر شما. خب بینندای عزیز، بانوان افغان با یک علاقه مندی با چهره های پرتبسم اینجا حضور به هم رساندن. سلام انجینر صاحب، چطور هستین؟ خوب هستین؟ سرتان خوب؟ میگه هر دم از این باغ بره میرسد تازه تر از تازه تر میرسد. انجینر صاحب سایلا جان آمدن، افتخار بانوان افغان. انجینر صاحب سلام علیکم، روزان مبارک، روزتان سلام، یک جان ممنون، روز برای همه ما و شما تبریک باشه، روز بسیار خوش و پربرکت برای تمام زنان افغان، زنان سرتاسر دنیا و همچنان شما. سایلا جان، طالبان در راه هستند، چی فکر میکنین؟ در سرتان چی فکر خطور میکنه؟ آیا به انجینری تان ادامه میتین اگه طالبان هم بیاین سفرهای افغانستان تان ادامه میتین؟ موضوع کارو حتمانی کار میکنم، به خاطر اینکه در زمانی که طالبان در افغانستان بودن ما افغانستان رفتیم گروپ ما، و حتمانی کار میکنیم. وطن وطن است که کیمیای برش بر ما مهم نیست، اما متاسفانه آمدن شد خودم چندان هیچ خوش نیستم، به خاطر از اینکه ام قیدا داره که برای زنان و مردم ما و زنان افغانستان اینا ایجاد میکنن قابل تاثیر است و کوتاه نظریشان در مقابل خانما قابل تاثیر است، تاییدشان نمیکنم. اما قسم میخورن که ما در طرز دید خود تغییرات فایش به وجود میاریم. متاسفانه از این قسم ها زیاد خوردن، قسم ها با قرآن دست ماندن خوردن، اما عمل نکردن، اعتبار نیست. اونا پیوسته نقد میکنن، میگه به این سطح آزادی هم درست نیست که دختر خانم های هنرمند نیمه برهنه ظاهر میشن، فحشا زیاد شده و اینا. اینجا برق میدانین آزادی های موجود زنها در افغانستان قابل تعامل، قابل درک، توجیه است؟ در داخل افغانستان چون زیادتر خودم نیستم، اما از طریق تلویزیون اینا میبینم. من ایسی یک زن مسلمان، من ایسی یک زن افغان، واضح است که آزادی های به اندازه و اینا را تایید نمی کنم، چون خودم نمی خواهیم امت کنم، چون غیر از اینکه ما یک کلچر و کلتور داریم، دین و مذهب هم داریم که باید فالو کنیم. به او هم عقیده هستم که آدم باید ستر و ایجاب و اصالت خود حفظ کنه، اما ما نمیتونم بگویم که تمام زنان افغانی کار میکنن در داخل افغانستان. شاید یک ده باشن اگه این کار بکنن، چی در اینجا باشن، چی در افغانستان، چی در هر جایی که باشن کار انجام میشه. همچنان نتنها ما نمیخوایم بگویم خانمایی کار میکنن، آقایون هم بسیار کارهایی را میکنن که قابل تایید دین مبین اسلام نیست. توازن حفظ کردن. انجینر صاحب سایلا جان بسیار تشکر. تشکر. وقت خوش. چی غذاهای خوشمزه است؟ نان زیاد میخورین؟ چی میخورین معمولا در چای صبح که دی برنج امروز؟ کمتر میخورم به خاطر از شکر کنترل میکنم دیگه. میبینم امروز شکر به اندازه چیزای زیاد است، حتما از سبزیجاتش میخوایم و کمتون از این چیزا دیگه. نوش جانتان، سپاس از شما از اینکه شما مت یک روز، گرچه که روز زن و روز مادر یک روز نیست، از سرتاسر سال هر روزش روز مادر و روز پدر است، و چون تعصب ندارم پدر و مادر هر دوش بدون موجودیت پدر و مادر مشکل است. پدرم ای پدرم ای پدر شیرینم، سوی تو شام و سحر میبینم. انجینر صاحب بسیار تعادل نگاه کرد، مادر و پدر هر دوشان جایگاه خاص خودشان نداره. مجددا تشکر انجینر صاحب، مهربانی کردین، وقت خوش. در این نشست که به همت احسان شیردل رئیس افغان اکادمی برگزار شده بود، زنان در مورد مسائل مختلف از جمله حقوق، آزادی ها و همچنان چالش های فراراه زنان با گفتگو پرداختند. خب روزتان مبارک. تشکر نظیری عزیز، روز اینترنشنال وومن دیز بر خود شما مبارک میگم و لطف کردین شما تشریف آوردین، ما افتخار بخشیدین. از همه اولتر من روز زن بر خودت تبریک میگم، برای خودت یک زن افغان، زن قهرمان، افتخار تمام افغانای ما در هر حرسه. فوق العاده، فوق العاده، شما یک شخصیت ماشاءالله برجسته، پر از استعداد، پر از مایه افتخار، شاعر بسیار خوب اکچلی. قربانتان عزیزا، شاعر خونیستم، چون در یک خانواده شاعر و نرمند و نر پرور و فرزانه مزاده شدیم. مادرم با یک خانواده قرابت یا ارتباط یا ریشه بسیار قوی دارن که
مامایشان استاد فتی محمد سندگر هستن که او روز با جناب باقی سمندر مصاحبه داشتم. گفتن 4 رئیس جمهور پرورش یافته یا تربیه شونده دست مامای مادر بزرگوار ما است، استاد مرحوم فتی محمد سندگر، ملک شعرا استاد عبدالعقب بیتاب همچنان مامای پدر کلان ما است. ریشه بسیار قوی است، ماشاءالله خودستایی نشه و از تشویق شما هم بسیار تشکر می کنم. عزیزم عزیز که من نمیدونستم که شما بک‌گراند شاعرای بزرگ ما را دارین، اما در ذهن میگش که شما هم شاعر هستین، به خاطر اینکه این شعرای عالی و فوق العاده از زبان شما میشنویم، یعنی کار استعداد خالق العاده خود شما و بک‌گراند شماست. بسیار تشکر. حالا از خود بگوین، اسمتان بگوین، کارتان بگوین، چه مدت است که ترک دیار کردین، در اجرت چی میکنین؟ لطف کردین، شما مهربان هستین. اسم من حسینه است، من مادر 3 فرزند هستم. ما از افغانستان تقریبا مدت 20 سال است که اینجا هجرت کردیم و به تنهایی خدمت طفلای ما بزرگ ساختیم. بودی تو رهنمای من ای مایه کلام، مادر به تو سلام. تقریر کرده ای به من از زندگی مدام، مادر به تو سلام. من خفتم و تو تا به سحر در کنار من، شبهای تار من، گهواره را به ناز تو می دادی انتظام، مادر به تو سلام. از گریم همیشه ملول و زبون شدی، دل غرق خون شدی، و از خندم همیشه شدی شاد و شادکام، مادر به تو سلام. باشد به عشق روی زمین زیر پای تو، زیر پای منه گرچه ما مادر استم، باشد به عشق روی زمین زیر پای تو، جانم فدای تو. بعد از خدا به پای تو گر می کنم سجود، دارم به خود شهود. امری خداست ترکی تو را دارد احترام، امری خداست ترکی تو را دارد احترام، مادر به تو سلام، مادر به تو سلام، مادر به تو سلام. که چی است بچه؟ نام من صدف است. صدف جان چند سالت است؟ چند سال است؟ 16. چطور که امشب اینجا آمدی؟ روز زن است. So, روز زن به همه مبارک. Happy National Women's Day. So, what's your message for all Afghan women, suffered women? You know, it's a lot, but you have to work hard and you'll get where you want to get. Thank you very much. بسیار زیاد تشکر. Thank you. شما تشکر. تشکر جان. جوانا و نوجوانا نیروهای ذخیره‌ای فردا هستند. نام کی چی است بچه؟ مرسال جان. مرسال جان. نام خدا. Do you know the meaning of John, Marcel John? With love. I thought I saw very like passionate and strong woman today with really good opinions about how women should have rights and appreciate other than like men and everything, you know. Your mom is somebody, right? Yeah. Say something about your mom. I think my mom is a very hardworking woman. What's her name? Shakeba Hakami. Shakeba Hakami, uh-huh. She's a very good woman. I love her. Is she a good mother? Yes, very much. در پایان یا در لحظات پایانی برنامه تجلیل از روز زن هستیم. اگر ز کوه تو رفتم عذر ما بپذیر، جدایی که ضروری است بی وفایی نه. گفتم چه خبر بود در آن ویرانه؟ گفتا خبری این است که افسوس افسوس. چه خبر بود در کابل؟ بیز دیسکشن ها بود، گفت و گاهی سال جریان داشت که مردمی کم وارید بود که چی میشه آینده اکثر کسا. از کدام بود پروسیسل وارید بودن یا پریشان بودن؟ فکر میکردن طالبا بیایه باز دوباره زن هاست و چادری است، باید خانه باشن، خصوصا کسایی که جوکیت دستن اونا زیاد به تشویش بودن. خودت از جمله متحصیل یافته هستی، خودت چی فکر میکنی؟ دلهوره داری؟ طبعا که دارم. خب فعلا خودم اینجا هستم، یک اپورتونیتی خوب است، میتونم اینجا ادامه بدم، درس ما پیشرفت کنم، از این طریق به بقیه زنا خدمت کنم. اما همشیرای من که اصلا زیاد به تشویش بود، میگفت ما نمیخوایم دوباره در خانه باشیم، مقدر زحمت کشیدیم و کار نکنیم یا درس خود نتونیم بخونیم. اما در کل مردم امیدوار هستند ان شاء الله که صلح آمدنی است و یک روز ما بدون جنگ، بدون تشویش زندگی خواهد کرد. امیدوار هستیم. میگن که تاریشه در آب است، امید ثمره است. به نهایت تشکر. خوش بگذره بر شما بودن در امریکا. زنده باشید. خدا کنه که باز پس برین. از اون طرف طالبان میاین، از اون طرف شما درستان خلاص کنین برید. نه انشالله بخیر. خالص. شور. سیازی تشکر. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مقر افغان اکادمی، ایالت ورجینیای امریکا.